بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب. امروز در خدمت آقای دکتر سجاد سپار هرندی هستیم. خب این لحظاتی که ما در حال گفتگو هستیم، احتمالا اسرائیلی ها با همون شدت و قدرت اعمال خشونت آمیز خودشون در حال زدن غزه هستند و خب طبیعتا شاید یکی از پرسش هایی که در این لحظات بشین این گفتگو چه کمک میکنه، چون به هر حال یکی از وضعیت هایی که ما الان در دچار هستیم اینه که نیروهای کنشگر، چه رسانه‌ای چه سیاسی چه کنشگرهای اجتماعی، در یه وضعیت خیلی امناکی هستن، چون نمیدونن بعد چه کنن. و در همین لحظاتی هم که ما گفتگو میکنیم احتمالاً یه انتقادی به ما بشه که این گفتگوها در چه وضعیت. اما خب یکی از نکاتی که به نظر ما دکتر خیلی از اهمیت و ارزشمنده اینه که ما سالها، حداقل من خودم به یاد دارم از مثلا دهه 70 که این بحث دوم خرداد و اینها دیگه خیلی موج گرفت، همیشه یکی از وضعیت‌هایی که در خاورمیانه مطرح بود این که ذات خاورمیانه با بنیادگرایی با خشونت و اینها، و زمانی ما میتونیم بریم به سمت سوی این که این رو ترک کنیم که مثل غربی ها یا مثل این کشورهای مهم غرب مثل فرانسه، انگلیس، آمریکا بتونیم مشابه اونها یک عقلانیتی رو اینجا تعریف کنیم تا از اون توحشی که مثلا در خاورمیانه وجود داره دور بشیم. اما این روزا کاملا عکسش رو می‌بینیم، یعنی توحشی که در رسانه داره دیده میشه. حالا ما حتی اگه این پیش‌فرض هم قلمداد کنیم که مثلا حماس اولین حمله رو انجام داد، که از تاریخی درست نیست، ولی اینا قرار بدیم پاسخی که اسرائیلی ها دارن میدن و سکوتی که جامعه های بین المللی علاوه خصوص کشورهای مثل آمریکا و انگلیس دارن انجام میدن به شدت عجیبه، یعنی به شدت از این جنبه عجیبه که ما نزدیک به 3 دهه داخل کشور خودمون چنده بودیم که اونها قرار بیان و وضعیت و از یه حالت توحشی به یه شرایط عقلانی ببرن، اما عکس این شده. ممکنه کسی از ما پرسش کنه که خب افغانستان، عراق را اینا اینجوری کردن، اما حجمش آقای دکتر این همه نبود. یعنی من برای اولین بار خودم دارم این حجم از خشونت رو میبینم، و چون رسانه های جمعی اومده و بیشتر دیده میشه یه کسی نمیتونه انکار کنه. اما آنچه ما به قول معروف، حالا لفظی شاید درستی نباشه، معلم ها و اساتیدی که حق قرار بود برای ما درس اخلاق ایجاد کنن رو عکسش رو میبینیم. ابتدا به ساکن اگه شما نکته دارین در این باره بگین تا وارد گفتگو اصلی بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از شما، از روزنامه محترم فرهیختگان برای فرصتی که برای این گفتگو فراهم کردیم. یه نکته ای راجع به اون مقدمه اول عرض کنم که این عذاب وجدان خیلی وقتا توی این روزها و توی همچین موقعیت‌های سراغ ما میاد، وقتی که خلاصه مردان میدان در میدان مشغول در واقع جنگیدن هستن، این که مشغول به بحث و تحلیل و خلاصه لفاظی های این چنین باشیم، یه حسی از شرم رو خانخواه برای ما به ارمغان میاره. چیزی که شاید به حدی بتونه تسکین بده این است که کلمات و ذهنها و افکار هم به اندازه، اگه نه به اندازه بسی کم، تا حدی مثل در واقع گلوله ها و فشنگ ها و سلاح ها ابزار مبارزه هستند و میدان مبارزه هستند، و ما میبینیم که در واقع ستمگران و توابیت هم در عین بهره کاملی که از عناصر قدرت مادی دارن، اما بخشی از قدرت خودشون و بخشی از نیروی خودشون رو از تأثیری که روی افکار و ایده ها میتونن بگذارن، شکل دهی که میتونن اون داشته باشن میگیرن. فلزاب امیدوار میتونیم باشیم، خودمون رو اینجوری امیدوار نگه داریم که دست کم اگر حماسه ساز نیستیم، با سخن گفتن از حماسه ها، با تلاش برای مفهوم سازی از حماسه ها، در اونها ما هم یه سهمی و یه
در واقع بهره ای پیدا بکنیم. اما درباره فرمایش و نکته شما، نکته ای که در واقع گفتید از صورت بندی که از علم میشه، خب این صورت بندی که یه معضلی وجود داره به نام معضل دین و معضل بنیادگرایی و معضل خاورمیانه که داروی شفابخشش مدرن شدن و سکولاریسم و نمیدونم حرکت در مسیر و در مدار تجدد تا پایانی بر این خشونت ها باشه، این پاسخ، پاسخ به لحاظ ایدئولوژیک و تبلیغی استانداردیه که جریان اصلی به مسئله و به موقعیت همواره داده. اما یه نه حتی بگیم مثلا تعمق تاریخی، یه مرور سطحی و سرسری واقعیت ها داده های عینی نشون میده که یه همچین در واقع صورت بندی تا چه اندازه بی ربطه با واقعیت. اون چیزی که ازش تعبیر به تجدد یا مدرنیت یا امثال این موارد میشه، اگه نگیم تا فرق سر، دست کم تا گردن در خون و هست و از خون نیرو گرفته، در خون بالیده و یه نسبت بسیار بسیار وسیق و جدی با مسئله خون و خشونت داشته. از آغاز در واقع فرایند شکل‌گیری دولت‌های مدرن و سیاست مدرن فرایند تا حد زیادی نظامی و جنگی بوده. بخش زیادی از نیروی خودش رو، از نیروی مادی خودش رو، از استعمار بقیه نقاط جهان گرفته که این توأم بوده باز با خشونت‌ها، سرکوب‌ها، نسل کشی های فجی، این که حالا بعضا تو این سال اخیرم به صورت در واقع دراماتیکی انگار که از دل زمین داره این اسرارش بیرون میزنه، این مدارسی که توی کانادا سال گذشته، یه تاریخی از جنایت و کشتار که روش خاک ریخته شده، این خونه انگار داره میزنه کنار، این خاکا رو میاد خودش رو اظهار میکنه. سر تا سر تاریخ رو توی آفریقا وقتی شما میبینید، توی آسیا، توی هند، توی سرزمین های اسلامی خودمون، در ایران خودمون، این تاریخ، تاریخ پر از خشونت و جنگ و ستیزه و خونریزی بوده. و چطور ممکنه که کسی، آدم اهل نظری، مثلا فکر بکنه که مسیری که از این در واقع آیتی و وضعیتی که از این مسیر حاصل شده میتونه تسکین بده دردها و مسائل اساسی بشریت رو؟ تازه حالا من اینجا اشاره نکردم به اون بخشی که خود در واقع نیروهای درون تجدد در طول این 2300 سال اون کشتارها و خشونتهای سهمگین که نسبت به هم دیگه داشتن، که فقط تو دو تا جنگ اول و دوم قرن بیستم، جنگ های جهانی قرن بیستم، به اندازه بیش از کل جنگ های تاریخ بشر از اون موقع تا حال جنازه بر دست تاریخ گذاشتن، جنازه گذاشتن رو دست تاریخ، یه فقرشه. جنگ های ملی قرون 17 هم، 18 هم، 19 هم، اینا همه باز در جای خودش قابل بحث و قابل گفتگوه. حالا دیما نمیخوایم به اونا تازه ایلی اشاره کنیم، اما صورتبندی مسئله جنگ بر اساس اینکه آقا یه باورهای خاص بنیادگرایی مذهبی وجود داره، این باید درمان شه تا مثلا مسئله خشونت حل بشه، این که خیلی روشنه که یه سازوکار ایدئولوژی که توجیه وضعیت جهانه. یعنی قدرت های
مسلط برای توجیه وضعیت و توجیه مسئله بیه همچین حفاظ و غلافی درست میکنن که در درون شهر خودشون رو پیش ببرن. اگر نه در مورد قضیه مثل قضیه فلسطین، هرچند که برخی از نیروهای اصلی، بلکه میتونیم بگیم نیروهای اصلی حاضر در صحنه، نیرو و امید و انگیزه و پویایی خودشون رو از عقیده دینی میگیرن، اما اون چیزی که بر سرش میجنگن، اون خواستی که پیگیریش میکنن، یک خواستهای مربوط به اولیه ترین نیازها و ضرورتهای زندگی انسانیه. ربطی به اون معنا به مسائل اعتقادی دینی هم نداره. چیزی که برای خونش، برای اولیات زندگیش، برای حق تعیین سرنوشت خودش داره میجنگه، این چجوری میشه جنگیدنش رو نسبت داد مثلا حالا به یه در واقع آلودگی یا یه اختلال فکری دینی و الهیاتی؟ شما با اونایی که بر اساس اندیشه های دینی نمی‌جنگیدن مگه چقدر تعامل بهتری کردین که حالا مثلا این مسئله رو در اساس بنیادگرایی مذهبی می‌خواید توضیح بدین و حل و فصل بکنید؟ مسئله فلسطین مسئله خیلی روشنیه، مسئله خیلی علل ارضیه، خیلی روی زمینه. مسئله چند دعوای دو گروه مثلا فرقه مذهبی با دعوای دزد و صاحب خانه است. دعوای دزد و صاحب خانه مستقل از هر مرام و مسلک و اندیشه‌ای تصویر روشنی داره و وضع روشنی داره. البته آدم ها بر اساس اون چیزی که خودشون هستن هم در دعوای دزد و صاحب خانه طبیعتاً موضعی پیدا میکنن. طبیعت عجیب نیستش که دزدا طرف دزد رو بگیرن و اونایی هم که اهل خانه هستن طرف صاحب خانه رو. این که دیگه نکته شاید حالا بهش پیشتر هم الان داره توجه میشه، اما در کلان روایتش خیلی بهش شاید توجه نشه. ما یه تیپ وسیع از مترجمان رو داخل کشور داریم که خب درباره فاشیسم و ادوار مختلفی که در پس جنگ جهانی دوم یا پیش از جنگ جهانی دوم بحث شده کار کردن. خب اینا سرایت کرده به دانشگاه‌های ما هم سرایت کرده. بالاخره من خودم مثلا مقالاتی رو دیشب سرچ می‌کردم که تعداد زیادی مقالات یا درباره این یا حداقل یه روایتی از اینها رو داشته. من مخالف این نیستم، بالاخره کار نظریه. نکته ای که وجود داره اینه که حالا این که دعوه تعمیمش هم بدیم به داخل باز خودش جای بحثه، من نمیخوام روش بحث کنم. ولی وقتی مثلا ما درباره جنگ مثلا عراق، جنگ افغانستان و این روزها مثلا بحث میکنیم، من اسمش خودم گذاشتم نئونازیسم یا نئوفاشیست، چون خیلی مشابهت داره. میبینیم اون پارادایم فکری که اونجا شکل گرفته وقتی میخواد درباره این مسئله صحبت کنه، یه وضعیتی داره صحبت میکنه که گویی بیشتر کفه به سمت نیروهای مثلا اسلامگرا و نیروهایی که در خاورمیانه هستن. یعنی میخواد یک شکلی از مثلا فاشیسم که میخواد باز با تولیدش کنه رو بازم به این شکلی میکنه که مثلا اسلامگراها هم مخالف این وضعیت نیستن به تعبیری. یعنی اونا چرا ما با یه همچین پدیده روبرو هستیم؟ انگار من اسمشو میذارم انگار که یه انسداد علمی داره اینجا شکل میگیره، یه انسداد نظری. نمیتونه انگار صحنه یا میدان رو، اگه مثلا یه مدار بردیویی هم کانش کنیم، مثلا میدان رو نمیتونه از واقعیت خاص برای ما بگه. دوباره میخواد اون فاشیسم میگه از ذهنش در جنگ جهانی دوم هست اینجا بسازه. این به نظرم خیلی عجیبه. آیا چرا اینو به شما یک به ما یک دانش آموخته‌ای که در حوزه جامعه شناسی و علوم اجتماعی بودید، چرا ما همش در حال ساخت آنچه در ذهنمون هستیم با واقعیت‌ها هستیم؟ خب خود واقعیت چرا نمیتونیم ببینیم؟ بله، سزای علوم اجتماعی ترجمه‌ای ما عادت کرده یا به این میتونیم بگیم معتاد شده که از گاهی دست بر انبان، دست در خورجین این نظریه ها و نظریه پردازان و مباحث
علوم انسانی معاصر بکنه، همینجوری کورمال کورمال دستی بندازه یه چیزی در بیاره و بعد یه مدتی با اون متاع جدیدی که پیدا کرده که بهش امکانی بده برای اینکه یه چیزایی رو در یه قاب بندی های مشخصی بر اساس علایق و حب و بغضاش تجلیل کنه یا سرکوب بکنه یا امثال اینها، یه مدتی خلاصه مشغول باشن. این مشغولیت هم امواج و دوره های مختلف داره و خیلی هم به نظر من ارزش توجه و پرداختن نداره این نوع میان مایگی، بلکه فرو مایگی های نظری و معرفتی. اما من فکر کنم که ما تو فضای اجتماعی خودمون لااقل شاید بیش از کف خیابان توی فضای مجازی فارسی نشانه های یه جنبش فاشیستی رو میبینیم. از قضا من از این سوی قضیه خوام بگم، اعتقاد من یه جور حرکت فاشیستی با یه المان ها و نشانه های روشن فاشیستی وجود داره که همون بخش از جامعه هم هستش، همون بخش همون صداییست که در زبان فارسی هم داره از اسرائیل دفاع میکنه و یه پیوندی وجود داره بین ایده های سلطنت طلبانه، ایده های ضد اسلامی و ضد عربی، حتی یه جور موضع خیلی سفت و سخت و افراطی در نسبت با همه جریان های تاریخ معاصر ایران، یعنی ضدیت شدید با جریان چپ، حتی ضدیت شدید با جریان های ملیگرای میانه رو و لیبرال و بخش اعظم تاریخ حتی روشنفکری خودمون، یعنی نفت دیگری حد اکثر همه رو یه جز شخص اعلیحضرت همه رو میخواد نابود بکنه. بعد هم یه ایرانیت خاص توهمی و تخیلی که مثلا ایرانش در واقع هیچ نسبتی و هیچ ربطی هم مثلا با موجودیت واقعی ایران در طول این قرن ها نداره، گویی هیچ ربطی به اسلام نداره، هیچ ربطی علیحضرت ما گفت احتمالاً بسپید نداره. من آره چون اسم علیحضرت رو من نمیدونم چه جوری تحلیل می‌کنه، ولی گویی آقای امیررضا پهلوی با خانم فالوچی خب هستش که مستقیما میگه ما هیچ نسبتی با اسرائیل نداریم و هیچ وقت هم با اسرائیل ارتباط برقرار نکنید که تا مشکل جهان عرب حل شه. یعنی با واقعیت تاریخی خودشو میخوام بذارم قضیه خود شبیه همون لطیفه ای که میگن که گفتن که مراد شما اینجوریه و اینها و گفتش که نه مراد ما خیلی کرامت داره، گفتم ما خودش پرسیدیم گفتم من نه مراد ما غلط کرده. حالا اینم هم همون جوره، در واقع حیث احتمالا میشه این که علازاد غلط کرده، ولی الان این نیمچه علاحضرت فعلی که هستش که به نظرم او هم خب آدم میان مایه و همون تعابیری که اون روزنامه‌نگار قدیمی درماش به کار برده بود، آقا بهنود به کار برده بود، واقعا صادقه در موردش. ولی شما نوع رفتار او رو که تابع این جهور رو نگاه کنید به عنوان خلاصه کسی که توهم پادشاهی این کشور رو داره، سفر کرد به اسرائیل، رفت جلوی معبد یهودیا دعا کرد، رفت محل مذهبی بهایی ها اونجا تجدید میثاق کرد، به نظرش نرسید لازم مثلا یه مسجد نمیدونم مثلا یه مکان اسلامی هم اونجا بره. چیش حتی به نظرش نمیرسه که توی این ماجرای فلسطین و اسرائیل یه موضع میانه نگرانی بابت مثلا مردم فلسطین بگیره، کاملا همگرا و همجهت افراطی ترین صهیونیستا و افراطی ترین جریان های مثلا راست ایالات متحده و حتی مثلا مناسبت های مذهبی ایشون به عنوان چون پدرش با همه خباثت هاش و با همه در واقع رذائلی که داشت مثلا یه چیزایی از ظواهر رو سعی میکرد حفظ بکنه، مثلا بخاطر اعیاد
سلام های مثلا مراسم سلام مربوط به اعیاد مذهبی و یه جور تشریفات و ولی که با بی‌اعتقادی کامل اما انجام میدادن. ایشون تو تقویم شیش دارن اعیاد اسلامی ثبت نشه، رویدادهای اسلامی ثبت نشه. و اون جریانی که حالا در واقع عقبه پیاده نظام این ماجراست که من درباره وزن اجتماعی جناب چه تخمین قابل اعتنایی ندارم، یعنی جریان مثلا بزرگی تو فضای اجتماعی ایران نیست، اما بسیار پر سر و صدا است، بسیار حتاک و پرده دره و برای همین با همین حتاکی و با همین قلچماقی و قلدری توی فضا داره یه جاهای حرف خودش رو جلو میبره، یه جاهایی داره دستور کار برای خودش تعیین میکنه. و تو قصه اخیرم در نقش سخنگوهای فارسی زبان اسرائیل دارن عمل میکنن، همه نشانه ها و ویژگی های یه جریان فاشیستی رو این جریان داره. فقط تنها چیزی که ندارن یه پیشواست، به قول آلمانی ها اون تعبیر کلمه فرهر که معنی پیشوا، فقط پیشوای که بخاری داشته باشه ندارن. شاید آقای پهلوی خب نداره از این بخارا، اگه یه پیشوا هم داشتن که ما کاملا میتونستیم بگیم یه فاشیسم ایرانی شست رفته ای داریم. آیا این حالا درسته که ما الان در فضای مجازی هم خب اینو میبینیم، یعنی خب این رسانه ها فارسی زبان هم تو این چند سال خیلی کمک کرده. من این نکته ای دارم، حالا شما اگه غلط بود تصحیحش کنید، من میگم که ناخودآگاهی هم که در ذیل این آدم هایی که حالا در قند اسمش میدونم انسان های رسانه ای شکل گرفته، چون که در میدان این شکلی نباشن، من خودم اینجوری زیاد دیدم در فضای مجازی کنشگری خیلی کندی دارن، اما در میدان آدم های مثلا محافظه کاری میشن یا حداقل اینجوری من زیاد دیدم. من میگم ناخودآگاه این وضعیت که پیش اومده، من اسمشو گذاشتم توتالیتر بازی، یعنی یک شکلی از توتالیتر بازی که مثلا ما پارسال در اعتراضات پارسال هم میدیدیم، مثلا دیدگاهی که مثلا حکومت در عرض یک هفته برود بعد مثلا دلار بشه 1000 تومان، این چنین دیدگاهی که اصلا فارغ از دیدگاه ژئوپلیتیک و خاورمیانه نسبت به خود مسئله انقلاب هم یک حالت خیلی فانتزی داشت. اینو من میگم آقای دکتر، نکته من اینه که به نظرم همین مترجمان یا به نظرم آدمهایی که در علوم انسانی کشور سعی کردن به قول شما دستی بندازن و یه چیزی بردارن و خوششون اومد و اون رنگ و لابده، در ساخت این رو اگه بگم بهتر بگم در ساخت این کمک کردن. یعنی این رسانه‌ای که امروز ما داریم میبینیم که اینقدر میشینه روی این به قول شما وضعیت فاشیستی، این تعبیر به این کارهایی که اینها در این مدت کردن نیست. ببینید من خودم شخصا وقتی این اتفاقات رقم خود رفتم رصد کردم ببینم مثلا در کابینه آخرین دوره محمد رضا پهلوی، حالا بجز خودش که با خانم فالوچی صحبت کرده و اصلا کاملا موضع خیلی تندی علیه اسرائیلیا گرفته، در کابینه شما یه کسی مثلا در مردم مثلا به صورت کوچک هم آیا چیزی درباره اسرائیل گفته؟ دیدم هیچ نکته‌ای نبوده. یعنی حتی مثلا خاطرات علم هم که ما میبینیم میگه ما به صورت مشهور نمیخوام ارتباط در رابطه آخر دوره پهلوی رابطه سیاسی ایران اسرائیل رابطه دو فاکتور بود. آره. یعنی روابط رسمی اگر نسبت به حسن که رابطه در واقع خب خیلی رابطه گرم و نزدیکی بود، ولی به صورت پنهان. آره به صورت پنهان و چیش بخشای امنیتی و نظامی و غیره غیره نزدیک داشتن، ولی در واقع او هم میفهمید که با چه نجاستی مواجهه و در لمس کردن این نجاست یه خیشتنداری نشون میداد از خوده. من میگم که این وضعیت الان شرایطی به وجود آورده که در داخل کشور ما، من جمعیت من نمیگم میلیون ها هست، خب بالاخره یه بخشی که عدد در رسانه دیده میشه که اسمش میشه گذاشت آره بخش بی تاریخی، چون کسی این تاریخ جغرافی منطقه رو بخونه اولا که پشت اسرائیل نخواهد بود. حالا ولی مثلا امروز ما میبینیم در همون غربی که قرار بوده که به ما نشان بدن عقلانیت و روحایی که مخالف اسرائیل هستن یا متفکرانی که علیه اسرائیل هستن هر روز داره تعدادشون اضافه میشه، مثلا یه بخشی ما مثلا دوره دیگه چامسکی رو داشتیم یا مثلا نامی کلاین رو داشتیم، آره ادوارد سعید داشتیم، الان ما با یه سرچ ساده تو توییتر یا در فضا میبینیم بخش زیادی مثلا اساتیدی که در غرب وجود دارن نسبت حداقل اگر نسبت شبیه به ما ندارن خیلی
اون هستن نسبت به وضعیت فعلی. اما در داخل کشور این در همون وضعیت توتالیتر بازی که شکل گرفته مانع از این میشه که ما با یک خانش واقعی روبرو بشیم. این درسته یا نه؟ این یاد از اینکه مثلا به توتالیتر بودن و تمام نسبت دادن به یه نوع کودک صفتی و نابالغی نسبت میدن، در واقع یه جور زیست در اوهام احلام و خیالات و بیگانگی با واقعیت انضمامی، یعنی واقعیت در حد اینکه پنجره تو باز کن بیرون رو نگاه کن، یا اینکه درباره چیزی که داری حرف میزنی یه سرچی بکن، مثلا ویکی‌پدیا مربوط به موضوع رو مطالعه کن. ما تو این نقطه در واقع الان قرار داریم و شاید جهاتی بیش از این که جنس تحلیلایی که الان ما تو فضای جامعه شناسی و علوم اجتماعی داریم بتونه توضیح دهنده این موقعیت باشه، شاید که یه جنس تحلیلای روانشناختی نیازه برای اینکه چجوری همچین وضعیت‌های آسیب به لحاظ روحی به لحاظ روانی ایجاد میشه، در اثر چه نوعی از ناکامی‌ها، چه نوعی از احیاناً رنج‌ها، عقده‌ها و موقعیت‌های امثال اون، چرا در نوع خودش قابل مطالعه است و قابل بررسیه. اما از حیث اون بحثی که شما داشتین، من فکر میکنم که یه سنفی یا یه جنسی از اصحاب اندیشه علوم انسانی و فضای روشنفکری ما که یه نوع ادبیات غرب‌گرایانه رو در طول این سالها ترویج کردن و دست و توسعه دادن، ولو اینکه الان تو این نقطه اونا خودشون در واقع همراه با این جریان فاشیستی نباشن و چه بسا حتی آماج حملهشون هم باشن، هستن یک کسی مثل این آقای مثلا زیدآبادی هم مورد حمله است از جانب طرفدارای پروپاگاندا اسرائیل، مثلا کسایی که میگن چرا میگی که 50% تقصیر فلسطینه، 50% تقصیر اسرائیل، نه همش تقصیر فلسطینه، همش تقصیر حماس. بعد اهل فکر چپ ما این روزها خیلی تحت فشاره، خیلی تحت فشاره که در واقع اون صورت بندی های ایدئولوژیک قبلی که توسط همین دوستان ارائه شده و اون تصویر رویا سازانه و رویا بافانه از واقعیت جهان مدرن بی تأثیر نیست، بی نقش نیست در به وجود اومدن یه همچین عوارضی، چون اون ایده ها، اون بحث ها خصوصا وقتی تو نسخه های عامه گرایانه عامه پسندش سرریز میکنه توی فضای اجتماعی و تبدیل به ابزارهای ایدئولوژیک و گاردهای محافظتی ذهنی بعضی افراد میشه، تبدیل به یه دوگمایی میشه، تبدیل به یه چیزهای صفر و سختی میشه که حالا حتی به همون صاحبان اولی خودش هم رحم نمیکنه، اونها رو هم میزنه در داغون میکنه، مثلا کسایی که خودشون هم بخواهد محترمین فکر و فرهنگ هستند رو بعضا دامنشون میگیره. حالا یه وضعیت های خیلی تنظامیزی هم بعضا پیدا میکنه دیگه، که مثلا یه کسی مثل آقای زیدآبادی که همیشه به نوعی منتقد سیاست های جمهوری اسلامی در مورد مسئله فلسطین، اونم تبدیل میشه به کسی که مثلا میگن تو هم نونخور آخونده‌ای یا طرفدار حماسی یا مواردی از این قبیل. به نظرم در واقع کمکاری ما، کمکاری که فضای آکادمی و اندیشه بومی و ملی ما داشته در این که واقعیت‌هایی که حتی تو افق خود تجدد غربی با همون مبنای فکر تجدد غربی در اساس مسئله ملیت، میهن، حق تعیین سرنوشت،
زیستن، زندگی و مسائل از این قبیل در قالب اون مطالب فلسطین و مسئله نزاع مسلمین با غرب، چون فراتر از مسئله فلسطین، نزاع مسلمین با غرب هم یه سطحیش و یه ساحتش در همین چارچوب هم قابل چارچوب بندیه، قابل قاب بندیه. فکر میکنم ناکارآمدی و ضعف ما در اینکه این قاب رو ببندیم، این قاب رو شکل بدیم، دخیل بوده تو اینکه این روایت های سردستی و سطحی و نازل زمینه برای گسترش پیدا بود. آقای دکتر، الان شما حتما خانم سبا محمود رو میشناسید، متفکر پاکستانی آمریکایی، یک کتابی داره به نام سیاست پارسایی، حالا اگه اینجوری ما ترجمه کنیم، عملا کتاب درباره مسجدهای زنان در مصر. من هفته پیش بعد این کتاب رو مطالعه کردم، به کتاب ترجمه نشد. وقتی این کتاب مطالعه میکردم خیلی برای من عجیب بود. خانم سبا محمود که خب میدونیم خانشش هم خانش مثلا دینی نیست، یه خانش فمینیستی، آره فمینیستی، حتی مثلا فمینیستی، آره مثلا دوست داره تو شرط پسا استعمالی باشه، تو خودش هم پسا استعمالی نمیدونه بهتر، ولی خب میشه گفت روشش یه روش کاملا سکولاری بهتر. این مساجد مصر رو روایت میکرد برای زنان، یه چیز خیلی عجیبی وجود داشت که حالا من میگم ارتباطش با ما چیه. میگفت ما وقتی در غرب خانش میکردیم، میگفت این مساجدی که در مصر هستن خانم ها رو پوششی دارن، حالا مثلا پوشششون پوشش خیلی مثلا محکمیه یا مثلا پوشش سفتی بود به تعبیر اونها، اینها رو باید با ذهنیت غربی خودمون بریم نجاتشون بدیم، آزادشون کنیم، بعد اگر خودشون خواستن برن مثلا یه لباسی مساوی میشه. یعنی در واقع اول فکر خانم سبا محمود میگه وقتی ما تو دانشگاه و اساتیدمون درس میخوندیم، آزادسازی این زنا بود، انگار یه حس ترحمی بشه، مثلا یه بخشی داشت حس ترحم دست. وقتی رفته بود و کار میدانی کرده بود در این مساجد، فهمیده بود اینها اصلا عملا فقط به خاطر دین این لباس نمیپوشن، عملا به عنوان یه کار سیاسی دارن این لباس میپوشن. حتی بخششون مواضع دینیشون هم کمرنگتره به خاطر پوشیدن این لباس. این لباس به قامت یک مسئله سیاسی میپوشن که کنشگر سیاسی هست. در واقع اون چیزی که اون فکر میکنه باید زن مصری رو ازش آزاد کنه، اون ابزار آزادسازی اونه. زن مصری اونو میپوشه که از اون که آزاد بشه. خانم سبا محمود میخواد آزادش کنه، از اون آزاد شه. یعنی به تعبیر از اون آزادی اون خود را. این خیلی برای من عجیب بود. چرا که ما حداقل گفتم دیگه از نیمه دهه 70 می و مدام یه ذهنیت غربی میخواد ما رو آزاد کنه، ما رو آزاد کنه. چقدر آقای دکتر تاثیر داره؟ من فکر این آزاد همین اعتراضات پارسال اگه دقت کرده باشه، خب زن زندگی آزادی بود، این آزادیه، در حالی که مثلا آزادی از چی، آزادی از کی، آزادی از کجا، اینا اصلا نگار معنی نداره. من یه جایی نوشتم که ما ظاهرا توهم آزادی رو امروز دست داده، در حالی که نمیدونیم آزادی چیه، نمیفهمیم آزادی چیه. اینو چقدر با توجه به این نکته که مثلا خانم سبا محمود گفت به این روزها میشه، و یک مسئله کوچیکی دیگه هم میگم، این نسبت به غزنه امروز خیلی ایجاد میشه. چرا؟ چون این متفکر اسرائیلی آقای هراری که این کتاب انسان قرار، من دیدم یه جایی مصاحبه کرده بود با بی بی سی فارسی و یه متن نوشته بود که این حماس اگر نبود و اینها اگر آزاد بودن و کار اقتصادی انجام بود به معنای هم آزادی خوشحال شد، این منطقه غزه میشد سنگاپور. اصلا این حالا کسارت از نوع جوک بودن این مسئله، همونجوری که لاوات مثلا کرانه باختری الان شده تایوان، آره غزه میشد سنگاپور. و ایدیای آقای هرالی بود که بریم اینا رو آزاد کنیم از دست حماس، در حالی که فکر میکنم خود مردم اونجا پرخونه یکی یا دو تا بود، مثلا اگه عضو حماس نداشته باشه به تعبیری داره با خاطر اون تونل ها چون بعضی کار امنیتی با حماس همکاری میکنه. اینم شبیه به این کار سبا محموده، ظاهرا یه بخش از همین فاشیستایی که شما میگید شکل گرفته، یه ارتباطی به اون آزادیه دارن، میخوان آزاد کنن انگار ما. در کل که بخش اعظم در واقع تصرفات استعماری غرب در چارچوب ایده ها و مفاهیم شبیه همین مفهوم آزادسازی و اصلا خود استعمار، خود استعمار هم همین لفظ عربی و فارسیش که ما استفاده میکنیم به لحاظ لغوی مفهوم همون عمران و آبادانی و نداره. این روشنه که در طول تاریخ این دو سه قرن در واقع ابزارهای پیشبرنده سیاست استیلائی مفاهیم و صورتبندی های بوده که
ظاهر جذاب و ظاهر فریبایی مثل همین آزادی و عمران و آبادانی و پیشرفت و امثال اینا رو داشته، منتها مدلول واقعیش اون چیزی که بعد از عبور از این پوسته اولیه و رسیدن به کنه قضیه خودشو ظاهر میکنه، خودشو آشکار میکنه، مسئله انقیاد اتفاقا، مسئله استیلاست. این معنا اتفاقا اونایی که تو غزه دارن زندگی میکنن که در یه نقطه‌ای گاهی هم آدم دچار حیرت میشه، در یه نقطه‌ای از انقطاع، از در واقع بی پیوند، بدون پیوند بودن با دنیا، با منافع و در واقع امیال دنیاوی، من احساس کنم اصلا جایی و نقطه‌ای آزادتر از غزه تو جهان وجود نداره. یعنی همه ما تو هر فعلی که، هر رفتاری که داریم انجام میدیم، یه چیزایی دستمون رو میبنده، نیروهایی، یه علائقی، خواسته هایی، ترس هایی. و به نظر من میاد این موقعیتی که قضیه دارن در این که به یه نقطه ای رسیدن که گویی از چیزی دیگه نمیترسن، و به خاطر این نترسیدنشون، به خاطر این حالا بگیم آب از سر گذشتنشون، به خاطر این تا آستانه پیشرفتنشون، اتفاقا آزادترینن، آزادترینن در این که عمل خودشون رو انتخاب بکنن. و حرفایی مثل این که مثلا حماس رو بیایم از غزه رو از حماس نجات بدیم و اینا، اینا حرفای خودفریبانه ایه. من فکر کنم حرفی که اون اسرائیلی های ملعون و خبیث میزنند، اون ولو اینکه حرف جنایتکارانه ایه، اما صادقانه تره، که میگن مردم غزه خودشون چیزن، مجرمن هستن، نه آدم بزرگاشون، بلکه اون بچه کوچولوها، اونا هم قاتل مثلا میگن قراره بعدا بزرگ شه بره عضو حماس بشه. اون به نظرم با همه جانی بودنش و در عین جانی بودنش، اما درست داره میفهمه که ما مسئله اینجا، مسئله مثلا گروگان گرفتن یه شهر، یه منطقه توسط یه گروه چند ده هزار نفری نیست. مسئله اینه که اون گروه چند ده هزار نفری داره نمایندگی میکنه یه اراده ای رو، یه خواستی رو، که به یه نقطه ای رسیده که دیگه از چیزی نمیترسه و به خاطر این نترسیدنش آزاده. هرچند که داره بهای این آزادی رو شدت با جان خودش و با خون خودش میپردازه، اما آزادترین نقطه جهانه. حالا یکی از اندیشمندان، حتی این خانم فمینیست بود، یعنی فلسطینی بود، من دیدم یه مقاله نوشته بود این معنا که الان دیگه نمیتونیم از فوکو هم برای غزه استفاده کنیم، چون فوکو در واقع زی سیاست و کنترل میگفت، الان دیگه کنترلی وجود نداره، یا مرگ یا زندگی. اسمش گذاشته بود سیاست مرگ. بعد این معنا نوشته بود اگر الان علوم انسانی بخواد در این صحبت کنه، بعد یه بنیاد نظری رو دوباره انگار ایجاد کنه، چون این انسان ها رو نمیشه با حتی مثلا فوکو، با مثلا یه شاید فوکو شاید رادیکال ترین متفکری بوده، ولی اینو ما در داخل کشورمون در بین هیچ کدوم از اصحاب علوم اجتماعی، حتی صف راستان، انگار نمیبینیم. یعنی انگار بعد فوکو موقعش و مرحلهشون مرحله ای بود که قدرت غربی، خصوص حالا تو خود کشورهای غرب، اروپا، آمریکا و امثال اینها، یه نقطه ای از تسلط رسیده بود که از شدت تسلط نامرئی بود و به سبب همین نامرئی بودن به شدت کارآمد و قدرتمند بود. که حالا فوکو کار خودش رو میدونست که این بندهای نامرئی قدرت رو مرئی بکنه، آشکار بکنه، فرایندهایی که به واسطه اونها سوژه ها به نظم در میان، به انقیاد در میان، رو بیاد آشکار بکنه و نشون بده. در مورد مسئله مثل مسئله فلسطین که اصلا چنین تحلیل هایی، چنین بحث هایی
بیمعنیه، جایی که اعمال قدرت و اعمال زور آشکار به خشونت آمیزترین و تبعیض آمیزترین و وحشیانه ترین صورت در جریانه، اصلا موقعیت بحث از فوکو و رژیم حقیقت فوکویی نیست. بلکه من میخوام بگم که حتی اون طرحی که فوکو درباره جامعه مدرن مثلا در 1960 داشت میگفت، در 1970 میگفت، در خود اون جوامع به نظر من دچار چروپاشی شده، چون حداقل ضربه های اساسی خورده. این رفتاری که ما تو این دو هفته اخیر دیدیم مشخصا از دولت های غربی در مقابله سخت با مسئله فلسطین توی فضای داخلی کشورهاشون انقیادی نیستش. آره، یعنی به یه نقطه ای رسیده که دیگه اون جست قبلی اب نداره مثلا موافقای فلسطین هم بیان این ساعت تظاهرات کنن برن، یا نمیدونم مثلا حالا هر کی هم هر نظری میتونه داشته باشه، اون جست دیگه به یه نقطه رسیده که کار نمیکنه. و ما تو این روزا مکرر داریم میشنویم مثلا اخراج از کارهای به خاطر اینکه طرف پست مثلا مربوط به حماس رو لایک کرد، نه اینکه چیزی گفته باشه، شاید اصلا بیچاره دستش خورده، شاید دستش خورده لایک کرده، یا مثلا اخراج خبرنگار. آره، من یه دوستیه که از دوستان مشترکمون، حالا به معنا ساکن فرانسه است، باش صحبت دیدم که چند وقت پیش توییترش رو، چند روز پیش توییترش رو دیاکتیف کرده. ازش پرسیدم که چی شده توییتر رو چرا تعطیل کردی، گفت خیلی فضای به اصطلاح پلیسیه و بگیر ببنده. من گفتم فعلا توییترمو بیارم پایین، یه وقت نرم بگردن تو توییتر من یه چیزی که ضد اسرائیل پیدا کنن، مثلا برای محیط کارم مشکل ایجاد کنم، منو خلاصه از نون خوردن بندازه. اینو ما مکرر داریم میبینیم دیگه، الان تو انگلیس یه جور، تو آلمان، تو فرانسه، تو خود آمریکا و کانادا، اصلا صحبت از این که تصویب قانون، مثلا دیدم که یکی از این همین فران اروپایی، نمیدونم چی بود دیدم دیشب، گفته بود که بله ما هر کس که صحبت از آزادی فلسطین از دریا تا رودخانه من البحر الى النهر بکنه، اینو باید جرم انگاری کنیم به عنوان همکاری در قتل. یعنی یه جمله سیاسی که قطعا باید با معیارهای لیبرالی تو منطقه آزادی بیان قلمداد بشه رو به عنوان جرم همکاری در قتل چارچوب بندی بکنه، و بعد اینکه براش مثلا مجازات حبس در نظر بگیریم، مجازات چه اوچه در نظر بگیریم، کنترلی هم دیگه بی‌معنا. به نظرم آره، به نظرم اون چارچوبه از دست رفته و داره باطن خودش و دولت، باطن در واقع قهری خودش رو دولت لیبرال مدرن آشکار میکنه. نشونه که حتی اون تحلیل فوکو برای دهه 1960 دیگه الان جوابگو نیست همونجا. یه نکته اینجا باز وجود داره، حالا من اسمم میبرم چون شاید مهم باشه و شما هم خب وقت زندگیتون شاگرد آقای کچویان بودید. ما بجز آقای کچویان، من رسد که کردم فرد دیگه رو پیدا نکردم، ما آقای کچویان رو داشتیم که از ابتدای دهه 80 به ما میگفت یه دیواری وجود داره و پشت این دیوار برای ما ساختن، حالا با همین الفاظ، حالا این نکته رو داخل برنامه بگم، ممکنه موازه سیاسی آقای کچویان رو خب خیلی نپسنده، ما در مورد موازه نظریش داریم صحبت، هرچند که موازه نظری آقای کچویان موازه معرفتیش خیلی نزدیک به هم، اینا موازه سیاسی، موازه سیاسی اما یه چیه که این نزدیک نبود. آره، این هم میشه. و حالا نکته که وجود داشت، آقای کچی از ابتدای دهه 80 همیشه میگفتش که در پس این دعوایی که ما با غرب داریم و این ظاهری که ما ببینیم، خیلی هم به این مترجم ها ایراد داشت. پشت این دیواریه وضعیتی هست در خود غرب که این خشونت کاملا آشکار، در این خشونت روز به روز داره پررنگتر میشه وجود داره، و حالا یه پروژه تاریخی الهیاتی داشت که به ما نشون بده که تاریخی غرب که ما داریم پانش میکنیم 50% از اون زیبایی هایی که به ما نشون میده، 50% اصلیش، 50% مهمترش هست، 50% رو به بالاش هست، این خشونته است. اون کسیان سعی داشت خشونته رو به ما نشون بده، مثلا به تعبیری کارهایی که درباره میلبنک انجام میخواد بده، یا به تعبیری افرادی که در غرب بود، شما خودتون مثلا
آوانا رو که کتاب ترجمه کردید از نشر ترجمان به همین طریق. آقای کچویان ولی پروژهش به نظر نتونست جلو بیاد، حالا به دلایلی. فقط این که ما نتونستیم امثال آقای کچویان و پروژه آقای کچویان رو خوانش کنیم تو این لحظات مهمه، چون ببین این چیزی که ما الان داریم میگیم، مثلا من تو یکی از مقالات آقای کچویان چند شب پیش رصد میکردم، مثلا آقای کچویان بحث کرده بود درباره این که حالا کارل اشمیت رو شما خوانش نمیکنید، لوی ویت رو مثلا خوانش نمیکنید، اما کاش مثلا همین دوتا باشه، یعنی در قبل فراوان از این آدم هایی هست که دارن به ما نشون میدن یاد سکولاریسمی که در غرب هست یک مخشونت داره. اگر شما بخواید این سکولاریسم رو بیارید اینجا تطبیق هم بدید، حتی من میگم این کچن تو مقاله گفته دارید نداره، تطبیق هم بدید، ولی بدونید که با خشونت این امراهه و بعد خشونتش هم وقتی دارید تطبیق میگید به جامعه بگید. ولی انگار ما این کارو نکردیم، چقدر این تاثیر داره دکتر. حالا من راستش با اون ارزیابی شما از اینکه این پروژه ایشون خلاصه موفق نبود و اینا همراه نیستم، چون بخاطر موفقیت و پیشرو بودن و در واقع تعیین کننده بودن توی ساحت نظر، ملاک‌ها شاید یه مقدار متفاوت از مثلا ملاک‌های زودگذر قابل ارزیابی توی این در واقع واحدهای زمانی اجتماعی گفتن. آره ببین، چون دفعه ایشون یه طرح مسئله هایی رو کرده که اون طرح مسئله ها هنوز زنده است، هنوز حاضره، هنوز جدیه، کار ایشون کماکان داره خونده میشه و بحث ایشون، هرچند که من والا باید در واقع آرزوی سلامت بکنم برای استاد عزیزم و انشالله که ایشون با بازیابی در واقع سلامتی خودشون که این سالها گرفتار کسالت و بیماری بودن میتونن بیش از پیش فعالانه توی عرصه منازعات فکری جامعه ما حاضر باشن. اما تو همین حدی هم که تا به حال بوده، همون کاری که ایشون تو دهه 80 کرد، میخوام بگم که آقای دکتر کچون کار خودشو کرد در واقع و یه باب گفتگوهای رو باز کرد، چه در مسئله نقد تجدد، چه در طرح مسئله ولایت اجتماعی، چه در طرح یه جور ایده نظری انقلاب اسلامی که در واقع بیاد بیرون از چارچوب نظریه یکسانساز مدرن، انقلاب اسلامی در یکتایی خودش، در تکینه بودن خودش به فهم قرار بگیره. اینا همه دستور کارهایی که توسط دیگرانی، حالا چه دانشجوهای کوچیک ایشون امثال بنده، چه اهل فضل و اهل نظر دیگه‌ای در حال پیگیریه. بعضیاشون که خودشون حتی اشعار نداشته باشن، به اینکه بر سر سفره‌ای هستن و در مسیری هستن که این مسیر توسط بزرگانی مثل آقای دکتر کچویان پیشنهاد شده و باز شده. من لذا مسئله رو اینجور نمی‌بینم که کار تموم شده و این پروژه به بن‌بست رسیده، بلکه اتفاقا بعضی‌ها کماکان پروژه زنده زایا و در حرکتی. البته خب در حال مثل هر مثل بقیه در واقع داشته های فکری ما و جریان فکری ما وقتی خودمون رو مقایسه میکنیم با اون فضایی که تو غرب هست، محصول حالا شاید چند صد سال تحولات نظری و فکری و تمدنی و نهاد قدرتمند و دانش و پژوهشه، ما خیلی عقبیم، خیلی کم داریم، خیلی کار نکرده داریم. اما من در مجموع فکر میکنم که اون چارچوب کلی فهمه ایشون هنوز چه برای فهم مسائل ایران، چه فهم مسائل منطقه و جهان اسلام و چه کلیت وضع در واقع عالم و غرب و امثال اینا حرف مهمی برای گفتن داره. آقای دکتر من چرا از این جنبه سوال پرسیدم؟ وقتی این ذهنیت اجتماعی، حالا بجز اون تیپ فاشیستی که شما گفتین که خیلی هم حداقلی هست، ذهنیت اجتماعی رو ما مثلا میخوام باش وارد گفتگو بشیم، بخشی از اون تخیلی که برای اینا شکل گرفته،
یه وضعیتی داریم که مثلا حالا خوب نیست درصد استفاده کنیم، ما 50-50 هم مخانش نمی کنیم مثلا این سکولاریسمی که داره میاد. یعنی شما ببینید مثلا روشنفکری دینی ما که در دهه 70 استارت زد، در دهه 80 وضعیتش خوب بود و دیگه در دهه 90 واقعا خاموش شد. یه چیزی اونش دو دهه داشت این رو برای ما دیکته میکرد که بهترین راه یا مثلا آسان‌ترین مسیر اینه که ما یک شکلی تبدیل به یک سکولاریسم اسلامی بشیم یا یک شکلی از سکولاریسم بپذیریم، حالا هرچند خودشون هم با هم خیلی اختلاف داشتن. ولی مثلا ما هیچ وقت نقدی نمیبینیم که آقا سکولاریسم در ذات خودش با خشونت ممکنه همراه باشه. این رو آقای کچوریان یا مثلا آقای دکتر سفار عرندی نمیگه، این رو مثلا ده ها متفکر در غرب میگن. حتی میشه بگم نیوبنک هم بذاریم کنار بگیم که خیلی در حال اساسا سکولاریسم در جوهره خودش اساسا خوش دیانته و دینیه و شما در واقع با دعوت به سکولاریسم دارید ما رو دعوت به یه جور تغییر دین میکنی. چی میگی که تغییر یک شکل از ایدئولوژی دیگه میشه و اینجا ما ولی نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ و من میگم این ندیدنه باعث میشه که امروز وقتی در غزه بخوام صحبت کنیم با این که وضعیت کاملا روشنه، یعنی ساعت توحش مشخص و ساعت رسانه‌هایی که داره پوشش میده کسی نمیتونه بگه در غزه الان شرایط عادیه. ولی انگار شاید جمله خوبی نیست، انگار بازم دست بالا رو نداریم، انگار باید بریم یه چیزایی رو توجیه کنیم، به یه چیزایی توضیح بدیم که برسیم نقطه سر کار. در واقع اصلا اینجوری نبود. من از این جنبه میگم شاید ما حرف شما درسته از حیث توصیفی که دست بالا نداریم، ولی این لزوما دلایل معرفتی نداره. یعنی اینجور نیستش که مسئله همش مربوط به جنبه های کار نظری و معرفتی و علمی ما باشه. اون که قبلا تو گفتگو هم عرض کردم که بخواه یه بخشش تحلیل روانشناختی لازم داره. هر حال تو شرایط مشکلات، ناکامی ها، ضعف ها، مفاسدی که اتفاق افتاده، خیانت هایی که شده، در واقع رنج های واقعی که زندگی بخش قابل توجهی از ما رو، از مردم ما رو متأثر کرده، طبیعتاً روی قوای شناختی افراد هم تأثیر میذاره. چون واقعاً قوای شناخت و مسائل شناختی از عواطف و بغض ها و امثال اینها مبرا نیست و منقطع نیست. ما توی یه فضاهایی احساس میکنیم که این حقایق آشکارم انگار که تیغش نمیبره، بیش از این که مسئله این باشه که چجوری باید به لحاظ نظری استدلالی بیشتر توضیحش رو تبینش کرد، اونم باید کرد، ولی بیش از این که مسئله اون باشه، مسئله اینه که یه جای دیگه دلش پره، خلاصه یه جای دیگه ناراحته، یه جای دیگه سرخوردگی و ارمان و ناکامی احساس میکنه و طبیعتاً روی اینجا هم رو موضعش، روی حالش و احوالش تأثیر میذاره. البته که حالا در مورد عموم مردم بس یه وضعیتی داره، درباره نخبگان و بهره‌مندان و برخورداران این توقع به جاییه که تلاش کنن که از عقده ها و مثلا خب بغض های این چنینی خودشون رو استعلا ببخشن و در نسبت با مسائلی که مسائل اساسی حقیقت تو جهانیه که ما درش زندگی میکنیم یه نوعی از خلاصه فرهیختگی برسن. این که مثلا آدمی با به حال دایره استادی دانشگاه و وکالت و چه و چه و چه که صبح و شب درباره همه چی هم داره حرف میزنه، یعنی اگه که مثلا شاید یه خود را بهش میدادین شما راجع به مثلا صفحه بندی صفحه یک فریفتگان هم ایشون میتونست نظر بده، یه ها مثلا یادش میفته که در مورد مسائل غزه من بین الملل نیست گرایش، من حقوقم گرایش حقوقی مثلا حقوق دارم کیفریه، بین الملل کار نیستم، نمیتونم. اینا در واقع نشون دهنده همون تأثیرات احوال و موقعیت های روحی
موضع فکری و سیاسیه که انتظار میره کسایی که دست کم در واقع یه نوعی از خبرگی رو دارن و یه نوعی از برخورداری رو دارن، میدونی؟ ما در مقابل یه کسی که خلاصه زندگیش رو باخته، فرصت‌های حد اقلی زندگی رو نتونسته به دست بیاره اینا، ولی این کسانی که نوعا برخورداران جامعه ما هم هستن یه قدری دیگه اونا درگیر شدنشون تو این نوع از بغض‌ها و این نوع از عصبیت‌ها در واقع بیش از این که قابل درک باشه خجالت آوره، شرم آوره. رو همین حساب اونا رو من فکر کنم که از یه بخشی از عامه مردم که ناکامی های زندگی شخصیشون یا مادیشون سایه ممکنه بندازه روی کسی که به مسئله فلسطین داشته باشن، اینا رو من از اونا به نظرم باید ما تفکیک کنیم. آقای من اینو قبول دارم، ولی حالا به روی نخبگان میشه بس کرد، ولی یه وضعیت هستش مثلا من اسم میبرم، مثلا چند نفرم اسم میبرم مشابه، مثلا آقای ملکیان میاد سخنرانی میکنه، حالا جنبه رتوریکی هم داری خطاب چون خیلی فلسفی واقعا سخنرانی میکنه، میگه مثلا این وضعیت نه بریم به سمت سکولاریسم. آقای رنانی میاد سخنرانی میکنه میگه این وضعیت نه مثلا بریم به سمت، حالا یک مشابهی مثلا من یک مسلمان لیبرال هستم، یا مثلا دیگران. آقای محمد علی مرادی استاد ما که یک فلسفه خوانده رو عملش کنه همیشه یه جمله‌ای داشت، میگفت فیلسوف متفکر اهل اندیشه باید خودش از خودش مراقبت. چرا خودش از خودش مراقبت کنه؟ این مثال همیشه میزد، میگفت آن آرنتی که خب میدونیم خیلی هم این روشنفکران استفاده میکنن علیه وضعیت استفاده میکنن، یه جایی در اون که در این کتاب نامه های سیاست هم این چاپ شده، میگن ازش پرسشی هستش که بدتر از توتالیتر چیه یا بدتر از مثلا این وضعیت چیه، میگه وقتی که هیچی وجود نداره، وقتی هیچی وجود نداره اون دیگه بدترین وضعیت. آقای محمدی میگفتش وقتی متفکر این وضعیت رو به وجود میاره، مثلا میاد و به یک شکلی مثل طرفدار فوتبال میگه حکومت دینی نه سکولاریسم، حکومت دینی بده سکولاریسم. وقتی حوادثی مشابه غزه، حالا زمان آقای مرادی غزه نبود، آقای مرادی وضعیت عراق رو میگفت و وضعیت افغانستان رو میگفت، وقتی یه وضعیت این شکلی پیش میاد خب مردم پرسش میکنن این همون سکولاریسمی نبود که شما ازش طرفداری میکردیم؟ مثلا 5 میلیون کودک یتیم در عراق داریم، این یمن رو به این وضعیت انداخت، اینم نیستش پس اونم نباشه. اینجا میگفت دقیقا همون وضعیتی پیش میاد که هانا آرنت میگه، یعنی میگفت هیچ چیز، میگفت اینجا این متفکر خودش با اندیشه‌های خودش داره بدترین توتالیتر قرن یا بدترین استبداد رو باز تولید میکنه بدون اینکه بدونه، و میگفت اینجا از خودش مراقبت نمیکنه. میشه یه همچین وضعیتی رو برای یه بخشی از جامعه یا این رسانه‌ای که شکل گرفته همیمش داد؟ نگاه کردن به کل مسائل جهان از عینک مسائل داخلی خودمون، این طبیعتاً یه در واقع انحراف شناختی برای افراد ایجاد میکنه. بعد اینجا قرب هم درس خوندن هایی. آره نه نه، منظورم این نیستش که کجا درس خوندن، منظورم این که همه چیز عالمو در نسبت با اون منازعه جمهوری اسلامی زده جمهوری اسلامی که توش به قول شما یه تیمی رو انتخاب، مثلا تیم زده جمهوری اسلامی رو انتخاب کرده و همه چی رو در اثرش رو روی، مثلا اینا که مثلا سهام یه شرکتی رو تو بورس خریدن یا یه چیزی مثلا خریدن، همه خبرها رو که پیگیری میکنه داره به این فکر میکنه که الان مثلا این سهامش میره بالا. بعضی هم سهام ضدیت با جمهوری اسلامی رو خریدن تو بازار و همه مسئله شون همه دغدغه شون اینه که هر اتفاقی میفته تاثیرش رو قیمت این سهامه چیه، مثلا این میره بالا میاد پایین و ناراحت میشن و اینا، و این طبیعتا رو موضوعشون. من مثلا اون روز اول طوفان الاقصی یه دوست جوانیه که ما باش گهگاهی جب میزنیم، ما همین بچه هاییه که بخاطر تاثیر فضای اصلاح طلبی بود در گذشته و حالا الان هم همین فضای ضدیت با جمهوری اسلامی و زن زندگی آزادی و اینا، روز اول طوفان الاقصی به من پیام داد، گفتش که به خاطر در واقع سایه انداختن روی جایزه صلح نوبل نرگس محمدی جمهوری اسلامی برداشت عملیات رو انجام داد. اصلا جایزه صلح نوبل
واقعا کیلویی چنده در قبالی همچین. ولی وقتی آدم همه جهان اصلا همه فکرش این بوده که خب این جایزه صلح نوبل رو دادن به نرگس محمدی، دوباره اخبار ایران میاد بالا با مسئله فلان و حقوق بشر و چه و چه و جمهوری اسلامی اینجوری ضربه میخوره و اینا، یهو مثلا یه اتفاقی میاد، یه آبی در لانه مورچگان میفته، یهو فکر میکنی که آها اصلا این سیله رو راه انداختن برای اینکه این لونه مورچه منو خراب کنن. به ذهنیت اسیری داره. این سیله خیلی بزرگتر از اون لونه مورچه توه. اصلا ابعاد قضیه با هم قابل مقایسه نیست. خیلی وقتا این دوستان گرفتار همین پتای شناختی شدن، یعنی اون جای کوچولویی که هستن و فکر میکنن که همه جای چیز در واقع تعیین کننده همه مسائل عالم، راجب همه چیز هم از موضع اون، از دل اون نظر میدن و موضع گیری میکنن، از جمله درباره مسائل مهم جهانی. حالا بحث نخبگان شما گفته های دکتر، وقتی آدم رصد میکنه این روزها اهل علوم انسانی کشور، مترجما، اساتید دانشگاه رو، حالا البته شاید لفظ خوبی نباشه، ولی آدم حیرت میکنه. حالا چرا حیرت میکنه؟ چون احساس میکنه که یه جهانی داره در حال تحولات عجیب و غریبیه و نخبگان ما مثلا در حال نوشتن درباره یک سری مسائلی هستن که انگار اصلا نیستش. یعنی یا حتی وقتی هم میخوام ورود پیدا کننده مثلا دیگه خیلی فشار میاد که به قول معروف آقا شما ریاکشن ندارید، وقتی میخوام ورود پیدا کنن به جایی که درباره قدر صحبت کنن میرن مثلا درباره کلن باختری اصلا صحبت میکنن، اصلا هیچ ربطی نده. این حیرتی که من به عنوان یک کسی که دنبال میکنم، به عنوان یک روزنامه‌نگاری که در حوزه اندیشه هستم، شاید عجیب و غریب نباشه. خب بالاخره من زیاد دیدم از این مواضع این شکلی سکوت ها. خب حداقل تو دهه 80 مثلا اتفاقاتی که تو سال 88 افتاد و بعد مثلا انتخابات های بعدی که بشروع، اما یه تعدادی هستن، یه تعدادی که میگم بخش زیادی از من روزنامه‌نگار سوال میپرسن که هیچ ارتباطی هم با هیچ کسی ندارم، بعد سوال میپرسن که چرا مواضع فلان استاد دانشگاه یا مواضع فلان اندیشمند یا مواضع فلان روزنامه‌نگار روشنفکر در این لحظات اینقدر عجیبه، اینقدر وضعیت خاصی داره، یعنی در حالی که یه چیز واضحیه دیگه، یه کشوری دیگه. یا مثلا وقتی هم ورود پیدا میکنن انگار یک مرثیه میخونن که مثلا ما از حقوق بشر مثلا یک چنین انتظاری نداشتیم، یا مثلا این حقوق بشر واقعی این نیست. وضعیت چرا آقای دکتر؟ یعنی مثلا ما چجوری باید این رو توصیفش کنیم؟ مثلا تبیینش بالای کار به نظرم در این لحظه شاید صف توصیف این هم به نظرم عجیبه، یعنی چون ما نمیتونیم بگیم که مثلا اندیشمندی که مثلا من از دستی در قسمت قبل شما گفتم مثلا در آلمان دکترا گرفته، مثلا تزش هم هاورماس بوده، یا مثلا تز دکتراش مثلا ربط داشته به کنش اجتماعی در مثلا جنبش های اجتماعی، بعد این لحظات مثلا در موقعیتی که داره قضیه به این وضعیت هست، حتی اگه به قول شما وسط هم بخواد قرار بگیره، باید بالاخره یه نسبتی با این شرط داشته باشه. ببینیم مثلا درباره این صحبت میکنه که مثلا تاریخ مثلا این منطقه در مثلا 70 سال پیش مثلا ربطی نداره، یعنی الانش ربطی نداره، یا مثلا میخواد وقتی صحبت کنه میگه که جمهوری اسلامی ایران باید در این لحظات مثلا هوشیار عمل کنه، این وقتی او در مقام یک کسی مثلا سخنگوی مثلا یک کشور وزیر امور خارجه کشور دیگه داره با موقعی اصلا نبتی نداره، یعنی این بار داره یا مثلا مواضع فلان فرد در فلان نقطه جمهوری اسلامی ایران باید در این لحظات مثلا دقت بیشتری داشته، یعنی این اصلا کار یه اندیشمند نیستش. اندیشمند میتونه حتی رادیکال هم بگیم پشت اسرائیل اصلا واسه، ولی باید بتونه یه چیزی رو تبیین کنه، آره بتونه یه چیزی رو تبیین کنه. این بار اندیشمنده داره میگه که نمیفهممش، اما در حالی که نمیفهمش میخواد یه وضعی هم بگیره که به دلیلی که خیلی میفهمم چیزی نمیگم یا اینجوری میگم، من اینجوری استنباط میکنم. نکاتی که داری، نکاتی که میگی، نکات درستیه. من خیلی چیزی ندارم که اضافه کنم به نکات شما و حالا به حرفایی که قبلا هم زدیم.
فکر میکنم که به هر حال نزاعی که در درونش هستیم نزاع بزرگیه، نزاع سرنوشت سازیه و این ممکنه که بعضی ها رو نگران کنه، بعضی ها رو بترسونه، بعضی ها نسبت به فرجامش احساس ابهامی بکنن. اینا همش منجر به اون حالت عقیم بودن و اون حالت سکون و در واقع بی‌موضعی که شما ازش یاد کردی میتونه بشه. ولی به هر حال واقعیت معطل اظهار نظر اهل نظر نمیمونه، واقعیت با سرعت مافوق صوت خودش در حال تغییر، در حال حرکته و طبیعتاً کسایی که نتونن باش پیوند برقرار کنن، نتونن باش نسبت بگیرن، یه باره تبدیل میشن به آدمای یه مده از مرحله پرت در تأثیرات تاریخ. ما توی تحولات جریانای اجتماعی سیاسی خودمون دیدیم در طول این سالها که بعضی از کسایی، بعضی جریانایی، بعضی از نویسندگانی یه زمانی چقدر رویا داشتن، چقدر مورد اقبال و مورد توجه بودن، اون پیچه پیچید اینا نپیچیدن، یه منام همون مسیر قبلیش رو داره میره طرف، اینجا نیستش که بگی کار نمیکنه یا حرف نمیزنه یا، ولی دیگه نسبتی نداره با این امر انزمامی محققی که ما داریم. تحولات جهان هم به نظر من اینطوره، یعنی ماجرا به سرعت داره پیش میره، رویدادهای حیرت آوری داره اتفاق میفته و اونایی که مثلا فریز شدن تو دهه 1990 میلادی، به نظر من بعضی از اهل فکر ما تو دهه 1990 فریز شدن و هی نمیخوام بپذیرن که آقا اون مثلا دهه 90 میلادی نمیدونم پایان ایدئولوژی و پایان جنگ سرد و نظم نوین جهانی لیبرال دموکراسی و آخرین انسان، اون مقاله فوکویاما، پایان تاریخ و آخرین انسان، بابا اون خود فوکویاما هم بیچاره اومد گفتش که من اشتباه کردم. بعضی های ما اونجا فریز شدن، بعضی ها توی یه مرحله دیگه، بعضی ها مثلا تو دهه 1960 میلادی فریز شدن، بعضی ها تو مناسبات مثلا دهه 80 خودمون فریز شدن و تو همونجا داره دور خودش میتنه، دور خودش پیله میتنه و این خطره که هممون هم تهدید میکنه. در واقع باید مراقب هر کسی که کار فکری میکنه، هر کسی که کار یه معنی حتی کار ادبی هنری میکنه، باید مراقب این مسئله در واقع حصار در حصار باشه. تعبیر نمایشنامه که اول انقلاب بچه های حوزه هنری نوشتن در نقد گروه های چپ با عنوان حصار در حصار، که چجوری ممکنه یه اندیشهی تبدیل به حصار یه آدمی بشه که نداره واقعیت رو ببینه. این حکایت معروفی هستش که میگن روزای نمیدونم دی یا بهمن 57 چون که خونه تیمی های رد بالای سازمان چریکای فدای خلق بحث بود سر این که شرایط تاتیک و ذهنی انقلاب آیا فراهم هست یا نه و آیا انقلاب میشه بشه یا نه، که هم داشتن با هم بحث تاریخی، میگفتش نمیدونم لنین اینجور گفته، اون میگفت نمیدونم کاوتسکی فلان گفته، یکی از بیرون به جمعشون اداره شده دید برنید و گفت آقا این بحث رو باید کن، پنجره رو را کن، پنجره همین خونه تیمی رو باز کن، بیرون رو نگاه کن. ما همه نیازمند اینیم که پنجره رو بتونیم وا کنیم، یعنی ارتباطمون رو با پنجره حفظ بکنیم و اینجور عقب موندنا، اینجور فلج شدنا، اینجور بی تأثیر شدنا رو من محصول همین قطع رابطه با تحولات و در واقع تپش تحولات واقعی میفهمم. آیا در چپ ها نام بردید؟ من دیگه در بس دیگه این سوال آخر دیگه حالا یه سوال آخر دیگه باشه، چون چپ ها خیلی مهم من به نظر من، حالا دستی جنبه مهم من شما بگم
علوم اجتماعی خب شما دانشگاه علوم اجتماعی تهران خوندید دیگه، دانشگاه علوم اجتماعی تهران بالاخره از بعد تاسیسش یه حالت چپ رهایی بخش رو درون خودش داشته. حالا اینم به عنوان سوال آخر، یکی از چیزایی که ما همیشه وقتی دانشگاه علوم اجتماعی سرچ میکنیم، اگه گوگل هم بزنیم مثلا بزنیم، دو سه تا این جمله رهایی بخش اینا از اینا میاد، حالا یا دانشجوی مقطع دکترا شن میاد، حالا اسم نمیبرم دیگه، اساتید هم خیلی زیاد. اخیرا هم که مثلا در دهه 90 نئولیبرالیسم جایگزین این شد، نئولیبرالیسم اساتید اقتصاد کشور که آقای مالجو هم هست، یه مسابقه کرده بود با مرسی آزاد فکری، گفت بود آقا بحران نئولیبرالیسم نیست، بحران اسلام سیاسی است. اصلا واقعا خودم جای تعجب بود که چرا شما سه دهه هر چی میشه میگین که این انسان رهایی بخش راه حل تمام این بحران های ضد سرمایه داری است. بعد هم که پروژه نئولیبرالیسم بود، حالا به تعبیر آقای مالجو شکست خورد. پروژه نئولیبرالیسم پروژه مثلا اسلامگراها نبوده، پروژه خود چپا بوده. این اعتراف هم ظاهرا خودش یه بحران ایجاد میکنه دیگه. چطور میشه آقای دکتر رهایی بخشی اسلامگراها در منطقه الان تنها انسانهای رهایی بخش در منطقه، نه حماس، جهاد یا گروه های این شکلی ندید؟ و از همه مهمتر اینه که این سوال هم هستش، مثلا حماس یه تاریخی داره دیگه، ما تاریخ حماس رو میدونیم، در اخوان بودن، یک وضعیتی در اخوان مسلمین داشتن، در یک پایگاهی داشتن، کنش هاشون مشخصه. و چپا وقتی خانش میکنن حماس رو در کنار داعش مثلا به بنیادگرایی و میخوان انگار بگن تمام رهایی بخش عالم اونایی که ما ساختیم، در حالی که میدان دیگه مشخصه دیگه، حالا حماس نه جهاد مثلا حزب الله نه بالاخره اینایی که دارن الان انجام میدن یمن گروه های چه کسی مقابل اون کارتل های اقتصادی که در عربستان بگیریم تا غرب در یمن شکل داد ایستادگی کرد بجز اسلامگراها بودن؟ ولی وقتی اونجا میام خانش میشیم میبینیم اصلا خبری نیستش. اینو چجوری باید بهش توجه کرد؟ چی با این چپ آقای دکتر؟ من خیلی سوال رادیکال با این چپ باید چه کرد؟ ببین چپ رو بالا با حفظ احترام بعضی انسانهای آزادهی داخل کشور خودمون یا تو کل دنیا که دغدغه های عدالت اجتماعی و دغدغه های انسانی و امثال اینا دارن و حالا متصف به چپ میشن، اون آزادگان رو بذاریم کنار. اما به نظر من ازای عمومی اون چیزی که جریان چپ ازش نام برده میشه پیش از اون که جزء راه حل های جهان ما باشه، یه بخشی از مشکلات جهانه. در واقع یکی از بروزها و ظهورهای انحطاط توی جهان تلقی میشه تا اینکه یه بخشی از راه حل مسائل دونسته بشه. چپ اساساً بعد از دهه 1990 از یه جریان سیاسی جدی و مهم تو جهان تغییر کرد به یه جور مود روشنفکری یا هنری، یا به تعبیر دوستی میگفت شب تبدیل شد به یه گرایش جنسی. یعنی الان مسئله در واقع مسئله بعضی از این جریان شب بیشتر همین بحثای چگرباشی و نمیدونم این هاست که اینا همه صورت‌های انحطاط سرمایه‌داری متأخرن، یه بخشی از دم و دستگاه بازارن، یه بخشی از در واقع همون وضعیت انحطاطی که سرمایه‌داری رقم زده. و این نیروی با این مختصات رو چجوری میشه یه آلترناتیو دونست که بخوایم حالا ما احیانا جدیش هم بگیریم؟ اسلام به عنوان یه نیروی سیاسی توی این 50 سال اخیر چهره جهان رو تغییر داده، یه چیزای مهمی رو تو روی زمین تغییر داده، یه منافعی رو به هم زده. اسلام طرح خاورمیانه بزرگ و اسلام انقلاب اسلامی طرح خاورمیانه بزرگ رو ناکام گذاشته، طرح هژمونی آمریکا رو در منطقه به هم زده، معادلات انرژی تو جهان رو درش تأثیر گذاشته. چپ تو این 50 سال رو چی تأثیر گذاشته؟ چطور نیروییه؟ چطور وزنی برای خودش قائله؟
طبعاً یه دوستی گفت که این جریان، این چیزی که الان بعضا بهش میگن چپ، در واقع یه بخشی از دم و دستگاه تبلیغی ناتوه. ما با دم و دستگاه تبلیغی ناتو مواجهیم، چیزشون در واقع واحد چپ دستگاه تبلیغاتی ناتو و کشورهای همپیمان، چون که دیدیم تو همه مواردم همه جا اینا در کنار منافع و مصالح غربی هن. یه ماجرایی مثل حمله، مثلا مناقشه روسیه و اوکراین، اینا طرفدار اوکراین و طرفدار ناتو هن. یه ماجرای سوریه باز طرفدار غرب هن، طرفدار طرح نابود کردن سوریه بودن. من خیلی منفعلم. تو ماجرای ایران، تو همین ماجرای زن زندگی آزادی و این مسائل که اصلا دست در واقع قوای قهری امپریالیسم جهانی خیلی روشنه، خیلی واضح معلومه که کاملا مشخصه که تو کدوم تیم توپ میزنن. طبیعیه که دوستان چپ صهیونیستی هستند. بله، خود امام اولا گفت اینا چپ آمریکایی هستند. تعبیر خود از امام، چپ هم گفت شاید مارکسیست های آمریکایی هستند. بعضی از اینا هم البته مارکسیست، امام میگفت اینا مارکسیست شوروی هم نیستن، مارکسیست های آمریکایی هستند. و شاید اون موقع این عمق حرف امام اینجوری که ما الان به عینه میتونیم ببینیم خیلی هم روشن نبود. میخوام بگم که این که اون آدم، اون فردی که حالا شما اشاره کردین که مثلا میگه که مسئله اصلا نئولیبرالیسم نیست، مسئله مثلا اسلام سیاسیه، او از اون جایی که واسطه درست داره میگه، چون خودش یه بخشی از دم و دستگاه سلطه امپریالیستی نئولیبرالیستیه و یه بخشی از در واقع اون دستگاه توی برای جوری جنسش، برای خلاصه رونق بازارش یه سری منتقد هم میخواد و جریان چپ خیلی هاشون کارترشون اینه، کارترشون اینه که به عنوان یه زائده‌ای در کنار نظم سرمایه دارانه باشن و خلاصه صدای جغدقه و چیز تولید کنن برای اینکه به خود دور هم بهشون خوش بگذره. نور و این نداری داخل، آره، نیروی واقعی تغییر توی عالم میشن که اون که بست دادم که یه در واقع قاشوق جا به جا نکرده جریان چپ تو این سالا تو ابعاد مسائل واقعی جهان چی رو تغییر نداده که حالا بگیم که مثلا نیروی تغییر واقعی جریان چپ مثلا اسلامگراها. برای من به واقع خیلی هم خیلی قابل اعتنا و قابل ذکر نمیدونم. ما این جهت که درگیر این بحثا و خلاصه مشغولیت های اجتماعی و بحث نظری و اینا هستیم، شاید جزء اقتضاعات کارمون اینه که این بحثا رو پیگیری بکنیم، وگرنه فرمایشات این بزرگوارا هیچ ربطی به واقعیت های این عالم نداشت. خیلی متشکرم شما. اگه نکته هستش اما نکته پایانی؟ نه نکته نیست، تشکر میکنم از شما. انشالله که حالا خوندنش یا دیدن گفته بود برای مخاطبین شما هم خیلی بیفایده نباشه. متشکرم شما، لطف کردین.